سلام دوستان، با برنامه انتخابات خوش آمدید. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و چالش‌های فراراه آن در این روزها موضوع داغ گفتگوها میان مردم است. با تازگی‌ها رئیس جمهور کرزی از نامزدی احتمالی زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان سخن گفته است. گرچه خبر نامزدی آقای زلمه رسول در محافل سیاسی آنقدرها هم غیر منتظر نبود، اما این کار اصل بازی و طرز تفکر و نگرش رئیس جمهور و نظام حاکم را در رابطه با انتخابات آشکار می سازد. در بخش نخست برنامه امشب آقای سریر احمد برمک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات مهمان ما هستند و در بخش پسین برنامه آقایان احمد بهزاد و محمد عبدو اعضای مجلس نمایندگان با ما خواهند بود. اما در آغاز گزارشی داریم از همکارم صالح سادات. در این روزها هر نشست به گفتگوهای انتخاباتی کشانیده می شود. چنان که رئیس جمهور کرزی در دیدار با رئیس جمهور روسیه در حاشیه 13مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای درباره نامزدی شمار از چهره های مهم در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کرده است. آقای کرزی در این دیدار از نامزدی زلمه رسول وزیر امور خارجه در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. هرچند تا کنون 15 تن از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و بیش از 400 تن از نامزدان احتمالی شوراهای ولایتی بسته های اطلاعاتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند، اما کمیسیون مستقل انتخابات از آن افراد که واجد شرایط نامزد شدن نیستند می خواهد که خودشان را نامزد نکنند، زیرا این کار تنها وقت کمیسیون را به هدر خواهد داد. افراد و اشخاص که واجد شرایط نیستند و مواد قانونی پورا کرده نمیتونن، نباید وقت کمیسیون، نباید وقت مردم افغانستان و نباید وقت ایروان را ضایع کنن. با این معنا که هر کسی که واجد شرایط باشه و واقعا خواسته باشه که در این روند سیاسی رقابت کنه و اوصاف و شرایط پورا کنه، کمیسیون برشان چانس میده. روند توزیع بسته های اطلاعاتی برای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از روز 18 ماه سنبله آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که از میان 400 تن از نامزدان احتمالی شوراهای ولایتی که بسته های اطلاعاتی را زیر نهاد به دست آوردند، نزدیک به 33 تنشان زنان هستند. در حدود نزدیک به 15 نفر کاندیدای احتمالی بسته های معلوماتی را به دست آوردن و در 34 ولایت افغانستان در حدود 440 نفر از کاندیدای احتمالی با شورای ولایتی که 33 نفرشان خانم ها هستند این بسته های معلوماتی را به دست آوردن. بنان فکر میکنم که روند کند پیش نمیره، روند خوب پیش رفته و خوب پیش میره، به خاطر از اینکه اگر فرض کنیم در حدود 15 نفر برای ریاست جمهوری افغانستان کاندید داشته باشیم خیلی زیاد است. با این همه تا کنون بیش از 1,016,000 تن ثبت نام کردند که از این میان بیش از 28% زنان هستند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با توجه به هدفی که بیشتر از 40% درباره حضور زنان در انتخابات تعیین شده است، رقم ثبت نام کنونی زنان با این هدف همخوانی ندارد. از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است تا روند ثبت نامهای رای دهندگان را در روستاها نیز گسترش دهد. باز هم خوش آمدین آقای برمک، با شما با برنامه خوش آمدید میگم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. تشکر. خبرها را حتما شما هم شنیدین و ما هم در آغاز برنامه گفتیم. یک گزارشی بود که رئیس جمهور کرزی در حاشیه نشست شانگهای در صحبتی که با آقای پوتین داشتن شاید اشاره با آقای زلمه رسول کردن که به عنوان یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری هستند. ما میخوایم بپرسم از شما که در گذشته رئیس جمهور گفته بودن که از هیچ نامزدی حمایت نکردند، اما اینکه خود رئیس جمهور از نامزدی
داره اعلام میکنه خودش و یا او را نامش میگیره. این از لحاظ اون چارچوب اخلاقیه که کمیسیون باید داشته باشه چطور است، در تناقض هست یا نه؟ خب هنوز ما چیزی را نشنیدیم از جناب رئیس جمهور کرزی، اما در کل یک چیزی که میخوایم خاطر نشان بسازم برای شما مردم افغانستان، از طریق شما مردم افغانستان، او است که ما کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در 10 سال گذشته صاحب قانون است، قانون انتخابات و قانون تشکیل مسائل کمیسیون که خودش روند دموکراسی، البته امسال قانون پیدا کرد پیش از بله. خب داشتن همین دو قانون بعد از 10 سال من فکر میکنم که امو پختگی دموکراسی را بر افغانستان ایجاد کرده و خود همین قوانینی که امروز ما در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات داریم بیشتر افراد و روند ما را بیشتر مستقل ساخته و ما را حتی وادار به این میسازد که ما باید مستقلانه عمل بکنیم. بنابراین یک قانون بسیار خوب داریم و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق همین قانونی که ما در دسترس ما هست عمل خواهد کردیم. بله، اما امی وقتی که خود رئیس جمهور داره یک کسی را نام میبره که نامزد است، بدل از اینکه هم به عنوان یک در یک نظام حاکم که خودش رئیس جمهور هست و باز هم یک از یک شهروند یا از یکی از وزیران بر حال کابینیش نام میبره، شما برای شما قابل پذیرش هست؟ خب از لحاظ دموکراتیک هر شهروند افغانستان و هر شخص سیاسی در افغانستان میتونه از یک نفر حمایت بکنه بالاخره، اما در کل ما تابال از آدرس حکومت. بله، اما با پخش از این خبر ریاست جمهوری تردید نکردن تابال که رئیس جمهور اینجوری حرفی را نگفته؟ خب ما نشنیدیم. آیا شما یا کمیسیون مستقل انتخابات سر از این فکر میکنین که اگر این کار شده باشه حداقل یک طرز عملی را برای جمهور بفرستین که پس از این باید در گفتار و در عمل کردشان محتاط باشن؟ یک چیز است که میخوایم بر شما اطمینان بدیم که کمیسیون این بار جدیت خود در روند انتخابات داره. ما از درسای آموخته شده برمک. بله، اگر فرض بکنیم امیر به عنوان اولین چالشی که براتون بوده، با این چگونه برخورد میکنین؟ بدل از اینکه وقتی که کمیسیون تشکیل شد یک مقدار شکایت ها وجود داشت، مثلا اپوزیسیون نگرانی های خود را داشت، جامعه مدنی دیدگاه های خود را داشت در رابطه با کمیسیون و در رابطه با اصل بیطرفی کمیسیون شک و تردید های پیش از این گفته شده. حال به عنوان یک کیسی که به عنوان نمونه میتونه از او به عنوان یک تست یا امتحانی امی ملاک عمل قرار داشته، نمیخواین که یک واکنش داشته باشین یا یک خاطر نشان بکنید برای جمهور که چگونه باید عمل بکنه؟ هر چیزی که حال شما بیان میکنین یا شنیده شکلش در حد یک شایعه است، نه خبر بوده و گفته شده رسانه ها آمده، رسانه های روسیه هم امی گپ را این پخش کردن، یعنی شایعه نبوده. خب ما هنوز بازم بر شما میگیم که ما کدام سند دقیق یا سند اسناد دال برای که ثابت بسازه که جناب رئیس جمهور کرزی از کاندید حمایت میکنه برای ما نرسیده و در کل وظیفه ما وظیفه روند برگزاری یک انتخابات سراسری در افغانستان است. بران اگر کسی از داخل نظام یا از خارج نظام میاد کاندید میکنه، خدا او حقشان است و منعیس یک شهروند افغان میتونن برای منعیس رئیس جمهور خود کاندید بکنن. هر آن چیزی که مربوط کمیسیون انتخابات میشه تطبیق انتخابات سرتاسری و شفاف است. بنان ما کمیسیون مصمم است، کمیسیون تصمیم داره برای انتخابات سرتاسری و در کل چیز دیگری که ما میخوایم خاطر نشان بسازم این است که ما اصول رفتار جداگانه را خارج از قانون انتخابات، ما دو سه اصول رفتار دیگر به وزارت ها و نهادهایی که احساس میشن که اینا در روند انتخابات ممکن مداخله بکنن ما برشان تهیه کردیم و او اصول رفتار به زودترین فرصت با اون نهادها بخصوص با نهادهای امنیتی ما امضا خواهد کردیم و اون اصول رفتار بیشتر ما را اطمینان خواهد داد که نهادها را دستشان کوتاه بسازیم. بله، در چه مداخله ضمانت های وجود دارن که کمیسیون بتانه از مداخله هم خود حکومت شخص رئیس جمهور و یا هم نهادهای دیگی بتانن در امور انتخابات جلوگیری بکنن؟ من فکر میکنم بزرگترین ضمانت قانون است. قانون اینه که امروز بعد از 10 سال شورای ملی افغانستان او را تصویب کردن و رئیس جمهور افغانستان او را توشیح کردن. من میگم بزرگترین ضمانت همی است. حالا هم استقلالیت ما که ما من رئیس کمیشنرهای کمیسیون 9 نفره که آمدیم میخوایم یک انتخابات سرتاسری و شفاف برگزار بکنیم، صلاحیت های ما، چارچوب ما در قانون
تشکیل صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد که همچون قانون در 10 سال گذشته وجود نداشت و خودتر از این که بخیر خطای آقای برمک بر خود کمیسیون وارد هست. گفته میشه که کمیسیون افرادی هستند که از طرف رئیس جمهور گماشته شده و شاید وفاداریهایشان بیشتر به خود رئیس جمهور باشد تا به این که با پروسه ها و کشور در رابطه چیز گفته میشه. خب طبعا دیگه ما 9 نفر که هستیم از طرف دولت افغانستان که رئیس دولت افغانستان رئیس جمهور کرزه است از طرف از اونها تایید شدیم، از طرف از اونها تعیین شدیم، مشروعیت این 9 نفر در طرف این نظام افغانستان بالاخره داده شده و چیزی را که می بازم میخوام خاطر نشان بسازم که چارچوب ما، چارچوب کار ما، چارچوب صلاحیت های ما را قانون تعریف کرده. بدان استقلالیت ما در چارچوب قانون ماست. بالاخره هر کسی با هر کسی اگر وابسته باشه یا گرایش داشته باشه، بدان قانون اجازه نمیده کمیشنرها را که اونا خلاف قانون عمل بکنن. امنیتی هست. هم اعضای کمیسیون و هم در بیرون وقتی اپوزیسیون هم که صحبت میکنن نگرانی ها بیشتر از اوضاع امنیتی هست. در آخرین گزارشی که از طرف وزیر داخلی پیشین به در شورای امنیت گفته شده بود اویی بود که نیمی از مراکز رایدهی شاید باز نشه، یعنی که امنیتش تامینش با مخاطره افتیده بود. آیا هنوز هم اوضاع به همین منوال است یا شما پیشرفت های وجود داره یا شما تعهد های دریافت کردین از طرف وزارت امور داخله و دفاع و امنیت ملی در زمینی زی که بتانن روز برگزاری انتخابات حداقل مراکز بیشتر باز شد؟ بله، خوشبختانه چیزی که ما را بیشتر اطمینان میده اوی است که مسئله امنیت انتخابات یا تامین انتخابات برای افغانستان خوشبختانه که هر هفته در اجندای شورای امنیت ملی افغانستان قرار داره و این هر هفته سر از این بحث میشه و تمام نیروهای امنیتی که مشمول شورای امنیت هستن سر از این مسئله انتخابات جدی هستن و بحث میکنن و تو شما میفهمید که شورای امنیت ملی افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور در هر هفته یک بار دایر میشه و از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در اونجا شرکت میکنه و نگرانیایی را که ما هفتهوار و دست میاریم از ولایات راپورایی که برای ما داده میشه او راپورا را ما با از طریق رئیس کمیسیون شورای امنیت افغانستان مطرح میشه و طبعا اونجا مو هدایت لازمه که در این مورد مشخص چه تغییری تا کنون آمده؟ آیا هنوز هم امی هست که نیمی از مراکز باز نخواد شد و یا هم اوضاع تغییر خورده؟ من فکر میکنم خوشبختانه با تغییر در رهبری نهادهای امنیتی یک کمی تغییرات آمده و او تغییرات ما عملا میبینیم و او تغییرات در سطح اشتراک بلند رفتن سطح اشتراک خانه ما است. ما در هفته گذشته سطح اشتراک خانه ما را بسیار کم داشتیم و خوشبختانه در سه هفته که گذشت سطح اشتراک خانه ما چه مناسبت میان ازی و تغییرات در نهادهای امنیتی هست میزان بالای مشارکت زنان؟ خب طبعا وقتی که در رهبری نهادهای امنیتی تغییر آمد طبعا جدیت نیروهای امنیتی یا رهبری نیروهای امنیتی با جدیتر شدن در برابر ازی که حال میتونین گفته که از 4310 مرکز که گفته میشه باز نخواهد شد چه تعهد مشخصی دریافت کردین که چه مقدارش بیشتر باز خواهد شد؟ حالا این نگرانی ها رفته بس در شورای امنیت افغانستان بس میشه و ما امیدوار هستیم که در هفته های آینده ما بتانیم یک جلسه امنیتی را با وزرای سرپرست وزارت داخله و امنیت ملی داشته باشیم یا همچنان وزیر دفاع ملی تا اینکه ما مو اطمینان را که ما میخوایم به مردم افغانستان بدیم و چیزی را که اونا با ما تعهد میسپارن باز ما او را باز در خدمت شما یک هفته آینده ان شاء الله. چرا مکانیزم ما این است که ما هر ماه یک بار باید با ارگان های امنیتی مجلس داشته باشیم و ارقام آمار و که اونا بر ما میتن باز ما را بعدن برای شما شریک میذارم. آقای برمک، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این را به عنوان یک چالش بزرگ خواست پنداشتند و تفکرشان این بود که یک چالش فراراه برگزاری انتخابات هست. دیدگاه شما هم همین است؟ خب امنیت یک نگرانی هست برای کمیسیون انتخابات اما نه به اندازه جدی که ما را مانی کارای تکنیکی ماشه. چون ما 5-6 ماه یا بیشتر از او البته وقت کافی داریم برگزاری انتخابات شفاف. بران ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی ما
بیشتر مسئولانه تر عمل بکنن و شرایطی را که ما میخواهیم برای برگزاری انتخابات سرتاسری یا همشمول اینا بر ما فراهم بزنند. ما نگرانی نسبت به امنیت در حال حاضر دیدگاه دیده میشه. مثلا رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفتن که با این وضع شاید مشکل باشه حتی برگزاری انتخابات، اما شما یک تفاوتی که میگین اینا نمیتونن مشکلی باشه که بتونه از برگزاری انتخابات جلوگیری کنه، یک تغییر دیدگاه نیست؟ خب اگر من فکر میکنم که تصمیم برگزاری انتخابات در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات میگیره و کمیسیون مستقل انتخابات رهبری داره که 9 نفر کمیشنری که تعیین شدن رهبری کمیسیون تشکیل میدن و خب همکارای ما که نظریاتی که داشتن از دید ما نظریات کمیسیون به اون شکل جدیش نیست، اما چیزی ولی آیا رئیس دبیرخانه حق داره این گونه حتی ابراز نگرانی تا این حدی بکنه که یک چالش جدیه که حتی شاید مانع انتخابات شوه؟ خب فیصله کمیسیون مستقل انتخابات یا آمار ارقامی را که ما روزمره از دارنشا به دست میاریم تا فعل حال هم امنیت نگرانی هست، اما نه به اندازه‌ای که نگرانی به شکل جدیش مطرح میشه. بنابراین ما خوشبین بر ازی هستیم که در ماه‌های آینده روند تامین امنیت مراکزی را که ما قبلا با وزارت داخله و نیروی امنیتی و امنیت ملی شریک کردیم، امیدوار هستیم که این رقم تغییر بکنه و وزارت امور داخلی افغانستان بیشتر تلاش بکنن برای تامین امنیت مراکز که ما برایشان شریک کردیم. آقای اگر یک سوال از شما پرسیم که به عنوان یک کمیشنر نگرانی کلان شما چیست؟ خب به هر حال ما از دید ما کارهای بسیار مهمتر داریم که ما تقسیم چوکات بندیش کردیم. یعنی حتی از امنیت کرده هم؟ خب من فکر نکنم از امنیت کرده ما بسیار نگرانی جدی داشته باشیم، اما در کل چالش ها و مشکلات وجود داره که ما انشاءالله بر از او رسیدگی میکنیم و امی رهبری تازه که در کمیسیون آمده، چون ما در یک مرحله عملیاتی تعیین شدیم و در این مرحله ما مو خستگی ناپذیر هر روز به کار خود دوام میتیم. آقای برمک، یک برخی از مقامات کمیسیون گفته بودن که محافلی در تلاش هستند تا از برگزاری انتخابات آینده به گونه جلوگیری و یا همون رو به تاخیر بندازن. روشنتر گفته میدونین که کی هستن؟ در حالی که اونا تعهد کرده بودن که اما کمیسیون به برگزاری انتخابات متحد هستن، یعنی حلقات شما تشخیص دادین کی ها هستند و کی ها اینا رو حمایت میکنن؟ خب هر حلقه و گروهی که باشه برای ما اهمیت نداره. بنان بازم ما تاکید میکنیم که ما من از کمیشنر کمیسیون انتخابات که مجوز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هستیم، فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات است، تغییر ناپذیر است. ولی به خاطر اعتماد و روند شفافیت و اینکه اعتماد مردم به این پروسه بیشتر شوه، نیاز نمیبینین که یک بار این حلقات چهرهشون رو به مردم نشان بدین که اینا هستن؟ خب علاقاتی که شما سرش صحبت میکنین، او علاقات هنوز چهرهش بر ما موازی نیست. ولی کمیسیون، ما ایده از آدرس کمیسیون گفتیم که کمیسیون گفتن که حلقاتی هستن، ما الان میخوایم بفهمیم که خب دوستایی که مدرک کردن این مسئله علاقات ها میشه که شما از اونها بیشتر بسید. یک مورد ما به شما میگم ما شاید یک نشستی بودیم که در او تعداد محدودی از اعضای مجلس نمایندگان هم بودن و در اونجا گفتن که انتخابات شاید برگزاریش بنابر دلایل امنیتی ممکن نیست، باید تا 2018 ادامه داده شما. مثلا شما در قبال عظیمی که این گونه اظهارات صورت میگیرن که یقینا خلاف قانون هست، کمیسیون کاری کرده تا حال؟ طبعاً گروه و افراد و باندای انتخاباتی هستن که میخواین. آیا به دادستانی کل کشور و یا هم به دادگاه عالی کشور شما کدام نامه فرستادین که در این مورد مشخص حداقل تحقیقات را انجام بدن که کس حق نداره خلاف قانون حرف بزنه؟ خب هنوز حرفایی که از طرف گروه ما بعضن برشان باندای انتخاباتی خطاب میکنن، هنوز حرفای از اونا جدی بر ما خطر جدی نیست. و ما از اینکه ما احساس بکنیم که گروه ها یا افرادی هستند که مانع روند انتخابات میشن، طبعا ارگان های عدلی قضایی با ما همکار هستند و ما شما خانه همکاری از اونا شدیم 100% و میشیم هم در آینده اگر در صورتی که همچو حالت اتفاق بفتن. بله آقای برمک، یک مسئله که در انتخابات گذشته مردم تجربه کردن مسئله تخطی ها تقلب در انتخابات و نگرانی های مردم از پا
پر کردن صندوق ها به نفع این یا آن نامزد مشخص بود. شما با مردم گفتم میتونین که چه میکانیزم های را حالا روی دست دارین که تا ازمی نگرانی ها یا از اون مشکلاتی که در انتخابات گذشته وجود داشت هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 و هم در انتخابات پارلمانی از او جلوگیری شد؟ خب طبعا ما یک اصطلاح lessons learned است، یعنی درس های آموخته شده است. همین که شما امروز میبینید که کمیسیون مستقل انتخابات شاهد یک داشتن یک قانون جدید است، این خودش یک میکانیزم است برای ثبات آینده انتخابات. و در گام میکانیزم دیگری که ما در پیشوری داریم او دقت بیشتر سر رنگ است، رنگی را که ما میخواهیم در آینده استعمال شود. شهروندها وقتی که میان شهروندهای افغانستان برای رای دادن و رای خودانا میخوان استعمال بکنن برای کاندید مشخصشان. بله. امینجا خیلی برمک یک نکته دیگر هم میخواییم براتون مطرح بکنم. در مناطق ناامن گفته میشد که صندوق ها اونجا پر شدن، چون هم حضور شما در اونجا یک مقدار مشکل بود و هم احزاب سیاسی و یا نامزدان نمیتونستن درست از اونجا نظارت بکنن و در اونجا صندوق ها گفته میشه پر شد. در این مورد مشخص چی یک میکرد مشخص دیگه در این قسمت داریم که این بار ما میخواهیم که کاندیدایی که میخوان ناظرین خودانا برای ما معرفی بکنن، ما برای ناظرینشان کدای مشخص تعیین میکنیم که هر ناظر باید مطابق با کد دمو نقطه بره که از نقطه نظارت بکنه که برش تعیین میشه. ما فکر میکنیم که یک کم کمک میکنه روند انتخابات و شفافیت انتخابات بیشتر تامین میکنه، به دلیل اینکه ما در دوره قبل همچین یک میکانیزم نداشتیم. به طور مثال ما کاندیدا وقتی که ناظرین خودان معرفی میکردن، این ناظرین از اینا با او کارت خود میتونستن در محل و مرکز ما برن به شکل آرام تا در جایی که امن بوده اونجا میرفتن اشتراک میکردن و از اونجا نظارت میکردن. که خوشبختانه ای بار میکانیزمی که ما داریم برای اینا یک میکانیزم مایی است که ما 80% از معلمین مکاتب استفاده میکنیم. ولی چه زمانتی وجود داره که امو معلمی که شما رو با کار میگمارین امونا به نفع این یا آن نامزد کار نکنه؟ خب من فکر میکنم که معلمین سرمایه این مملکت هستن. اعتماد اعتباری که ما بالای معلمین داریم، باز اگه در صورتی که تقاطی و تخلف از طرف معلمین مکاتب صورت بگیره، بران دیگه فرصتی به مملکت نمیمونه. به دلیل ازی که امروز اگر ما امروز روی میز اومدیم صحبت میکنیم، دست پرورده امو معلمین هستیم. یک مسئله دیگر هم در پایان برنامه آقای برمک میخوایم با شما مطرح بکنم. احزاب سیاسی و مردم افغانستان یک نگرانی و یک نکته انتقادی که بالای کمیسیون و اعضای کمیسیون داشتن، گفتن افراد غیر مسلکی و کمیسیون به کار گماشته شدن که اینا نه در گذشته ها تجربه کار با چنین نهادها را دارن و نه هم در نهادهایی که نظارت میکنن از پروسه های انتخاباتی با اونا هم کار نبودن. چه تضمینی شما میتونین برای مردم افغانستان بدین بدل از اینکه بزرگترین پروسه در افغانستان که حتی برخی به بار برخی ها آینده یا سرنوشت کشور با او داره ربط داره و اینا همه در دست کمیسیون مستقل انتخابات است که یک انتخابات آزاد عدالانه شفاف و سرتاسری را برگزار کنه و نگذاره کسی تقلب بکنه و این شکایت هم که براتون گفتم وجود داره، چه تعهدی میتونین به مردم افغانستان بدین؟ ما تعهد ما به مردم افغانستان است که مطمئن باشن 9 نفر کمیشنری که با کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شدن تجارب وافر دارن. در بخش انتخاباتی که ندارن، خب واضح هست. بله. خب اگر در بخش انتخاباتی هم نیست، ما مثلا مثال کمیشنرایی هستن که در دوره قبل هم کار میکردن و حالا هم عملا فعلا در کمیسیون مصروف هستن. صرف یک تعداد کمیشنرای ما که از بیرون از انتخابات آمدن، اما به این معنی نیست که اونا تجربه انتخاباتی ندارن، یعنی با انتخابات از انتخابات آگاهی داشتن. آگاهی فکر نمی کنین آقای برمک یک چیز دیگر است، ولی کار کردن و شیوه برگزاری انتخابات، نظارت از انتخابات، نظارت از این که تقلب و تخطی صورت نگیره، اینا فکر خب یکی نگرانی که در گذشته وجود داشتی بود که به طور مثال نهادهای جامعه مدنی نگرانیشان این بود که اونا یک نماینده ندارن در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات. خوشبختانه در این بار کمیشنرایی است که سابقه طولانی با نهادهای اکادمیک دارن، سابقه کاری با نهادهای جامعه مدنی دارن که امروز در میز رهبری کمیسیون نمایندگی میکنن از نهادهای جامعه مدنی. ما کمیشنرهایی داریم که پیشینه کارهای فعالیت های حقوق بشری داشتن. جامعه مدنی باز یک مشکل دیگه هم است آقای برمک که تعداد از نهادها اظهار اعتماد به این نهادها نمی کنن. باز هم جان سپاس از حضورتان در برنامه آقای برمک و دوستان. یک میان برنامه کوتاه داریم، پس از میان برنامه بازم در خدمت می باشیم.
سلام، باز هم خوش آمدین. آقای احمد بهزاد و محمد عبدو اعضای مجلس نمایندگان با ما هستند که به هر دوشان خوش آمدید میگم. آقای بهزاد، میخوایم از شما آغاز کنم. شما به عنوان اعضای مجلس نمایندگان وقتی با ماکلینتون صحبت میکنین و یا خودتان، دغدغه های شما در رابطه با انتخاباتی که فرا راه ما قرار داره چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جدی که خصوصا در همی هفته های گذشته که در ایام رخصتی های شورای ملی بود و ما اعضای مجلس هر کدام به حوزه های انتخاباتی رفته بودند، ما خودم هم در میان مردم وقتی که می رفتیم صحبت می کردیم، بحث جدی که وجود داره یک مطالبه فراگیر و عمومی برای تغییر در وضعیت کنونی کشور هست. ببینید، ما اضافه تر از یک دهه است که با یک سیستم کاملا یکسان پیش آمدیم و یک تیم مشخص حاکمیت و مدیریت کشور را به دست داشته و این تیم کارهای خوبی هم کرده، نارسایی ها و نواقص جدی هم در کارش بوده که وضعیت را به اینجا رسانده. یعنی بعد از او شرایط نسبتاً باثبات سال 81 و اینها، ما رسیدیم به یک وضعیت نابسامان فعلی که هم از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات شدید هستند و هم از لحاظ دولتداری و مملکتداری ما نواقص جدی در کشور شاهد هستیم که نتیجه و محصول شکاف افتادن میان مردمان و حاکمان بوده. بحث تغییر خواهی و تغییر طلبی و آوردن یک تحول مثبت در جامعه افغانستان یک مطالبه فراگیر و عمومی هست. از این جهت برگزاری انتخابات اگر شما دقیق شوید نگاه بکنید به یک مطالبه فراگیر اجتماعی تبدیل شده. اینکه مشکلات و چالش های بر سر راه برگزاری انتخابات هم هست، اینها هم واقعیت هایی است که هر کدامش میتونه که راه حل خاص خود را هم داشته باشه. با باور شما مردم هنوز هم یگانه راه حل انتخابات را تشخیص میده؟ چیزی که نخبگان به عنوان تجربه از گذشته که هرگاه بساط انتخابات و رأی گیری و حضور مردم بر سر صندوق رأی که در حقیقت عرصه تعیین سرنوشت از راه مسالمت آمیز هست از اونها گرفته شده، راه جنگ و خشونت بیشتر و زورآزمایی نظامی جایگزین شده. این در بحث بین نخبگان هست که نخبگان هم به این نتیجه رسیدن که انتخابات الا و لابد هست، یک امر بی بدیل هست و مردم هم به این نتیجه رسیدن که می شود که از طریق حضور در پای صندوق های رای یک تغییر و تحول مثبت در زندگی خود به وجود بیارند. تشکر آقای بهزاد. آقای عبدو، با باور شما حال وقتی مردم فکر میکنه که انتخابات یگانه راه هست برای تغییر آوردن چه در وضعیت زندگیشون و چه هم در نظام، با باور شما احزاب و یا نامزدانی که حالا دارند دعوادار از این هستند که در راست رهبری قرار بگیرند یا خود نامزد بسازند، اینا چقدر به سنگینی این مسئولیت متوجه هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چنانچه شما هم گفتین و جناب آقای بهزاد، این موضوع یادآور شد که انتخابات یک امر بی بدیل هست و هیچ گزینه ای برای دولت آینده افغانستان بجز آمدن از مسیر و از راه انتخابات که مشروعیت زورت تضمین بکنه وجود نداره و تقاضا و انتظارات مردم هم همی است. پس بنابراین ایجاب میکنه کسانی که من حیث کاندیداها وارد کارزار انتخابات میشه، اینا مشخصا با یک برنامه بسیار مدون و برنامه‌ای که ضمانت عملی و اجرایی را در افغانستان داشته باشه و کاملا سرمشق گرفته باشه از نقاط ضعف و از نقاطی که نتانسته پیروزی ها را فرارای مردم افغانستان قرار بده، با چنین برنامه وارد کارزار انتخابات شوه و این یک اصل بسیار ضروری هم هست، چون هرگاه اگر کسانی که من حیث کاندیدا وارد مرکه انتخابات میشن، اینا نتانن قناعت مردم فراهم بکنند و نتانند یک تحول مثبت، یک تحول بنیادی، یک تغییر بنیادی برای مردم
پیامش داده نتانه ما به این باور هستم که شاید ممکنه پروسه انتخابات کمرنگ شوه و مردم یک مقدار با بی‌باوری نسبت به روند انتخابات ببینه که این یک مسئولیت جدی همه ماست که ما تلاش بکنیم برای مردم باور خلق بکنیم و فاصله که ایجاد شده این فاصله را پس دوباره ترمیم بکنیم و مردم از شیوه های مختلف و از طرق مختلف به پای صندوق های رای بکشانیم و مردم هم امو منویات و خواسته های خود با رای دادن خود ای را تبارز بتن تا انشاءالله شایدی یک پیشرفت در حکومتداری آیندی افغانستان بلد. که نتیجه انتخابات او را اعلان خواهد کرد خواهد بود آقای بساد آیا امی پختگیره که آقای عبدو برای اشاره میکنن که خب مردم نیاز دارن به همین تغییر و تحول و احزاب و نمایندگانی که دوستانی که میخواین خود به حیث نامزد انتخاب بکنن یا برن و پای به حساب بزی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باشن آیا امی سنگینی مسئولیت به نظر شما درک کردن و امی ظرفیت را در طول چند سال گذشته درک کردن که این وظایفی که بعد از 2014 به دوش از این افتاد چقدر سنگین هست؟ ببینید نمیتونیم که مطلق حکم بکنیم که بگوییم واقعا همه درک کردن و یا هم حکم بکنیم که همه درک نکردند. یک موضوع نسبی هست. در بعضی از عرصه ها ما شاهدش هستیم که بخش عمده ای از فعالین سیاسی ما کسانی که میخواهند در عرصه حاکمیت و مدیریت کشور و جامعه مشارکت داشته باشند و نقش‌آفرین باشند اینها به یک باور رسیدند که دیگر امکان این که شانس خود را از طریق زورآزمایی مسلحانه بیازمایند نیست. یک چیز مثبت است. چیز خوب است. یعنی کسانی که حتی دیروز رویاروی یکدیگر قرار داشتن امروز ما شاهدش هستیم که در کنار یکدیگر آمدن تیم های سیاسی را قصد دارن که بسازن این یک امر مثبت هست یعنی چیزی هست که شاید ما 10 سال قبل یا 12 سال قبل تصورش را هم کرده نمیتونستیم که کسانی که در دو سوی دو جبهه قرار داشتن اینها یک زمانی به یک نتیجه برسن که می شود از راه دیالوگ برقرار کردن گفتگو کردن و از راه مسالمت آمیز و در کنار هم ایستادن و ارائه کردن برنامه و دیدگاه خود در یک فضای صلح‌آمیز شانس خود را برای حضور در عرصه مدیریت کشور بیازماید. بله. همینجا یک پرسش هم هست آقای بهزاد. آیا این تلاش تنها به خاطر احراز قدرت است یا درک این هم که چه بار سنگینی از مسئولیت انتظارشان نداره؟ میشه بگوییم که ترکیبی از هر دو هست یعنی اگر بگوییم که فقط به خاطر رضای خدا هست من فکر میکنم مبالغه کردیم اگر بگوییم صرفاً به خاطر قدرت طلبی یک مقدار بی‌انصافی کردیم بهتر است که بگوییم یک راه وسطی را جستجو بکنیم بگوییم که همه انسان‌ها خصلت ای را دارند که می‌خواهند مطرح باشند مطرح بودن و تاثیرگذار بودن یک خصلت فطری بشری است نمیشه انکار کرد اما و چیز بدی هم نیست و چیز بدی هم نیست اگر شما این خاصیت را از انسان‌ها بگیرید این گرایش را از انسان‌ها بگیرید اصلا در همه عرصه‌ها کار به زمین میمانه تلاش و اینو از بین میره تلاش و تکاپو و کوشش از بین میره پس بنابراین بیایم نگاه بکنیم که هرگاه چنین کشش و چنین غریزی در انسان‌ها وجود داره ما چارچوب سالمی برایش تعریف بکنیم یعنی اگر میخواهی مطرح باشی، اگر میخواهی فرد اول باشی، اگر میخواهی که تأثیر گذار باشی در مناسبات، راهش ایست. از راه جنگ، از راه خشونت، از راه ترور، از راه حذف فیزیکی رقیب نباید پیش بروی. بلکه در یک آزمون آزاد که همه رقبا شانس برابر داشته باشند، امکانات برابر داشته باشند، بیا و شانس خود را امتحان بکن. بله، تشکر. آقای عبدو، با توجه به این مسئله، یک مسئله کمیسیون هست. که کمیسیون یک مسئولیت یک بار بزرگ تاریخی بر دوشان است که یک انتخابات شفاف عادلانه و سرتاسری را برگزار بکنند مجلس نمایندگان به عنوان یک نهادی که همیشه بر کار کرده تمام نهادهای دولت نظارت میکنه شما چقدر مطمئن هستین که کمیسیون پاسخگوی خواسته های هم مردم و هم احزاب باشند که تا قناعت هر دوش از مردم به خاطر که یک انتخابات عادلانه باشه و هم از خاطر که احزاب احساس امن و از لحاظ فکری و اندیشه‌ای دوی فکر باشن که عادلانه بوده و کدام دستاندازی صورت نگرفته شما مطمئن هستین و یا اگر نیستین چه کاری را میتونین انجام بدین؟ ببینین شورای ملی افغانستان یک از مکلفت های قانونیش همیست که باید قوانین وضع بکنند و از اجرا و از
عملی شدن قوانین اینا نظارت هم داشته باشن که تخطی های صورت نگیره، اگر تخطی های صورت میگیره گوشزد بکنن و مسئولین زیربط متوجه مسئولیت هایشان بسازن. پارلمان خوشبختانه در این دوره موفق شد که دو تا قانون مرتبط به انتخابات ایره به تصویب برسانه و رئیس محترم جمهوری اسلامی افغانستان ایره توشیح بکنن و کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات هم بر مبنای قانون مصوب و توشیح شده شورای ملی افغانستان اینا اصلا انتخاب شدن، بر مبنای همین قوانین آمدن. آیا که در مسیر انتخاب آیا دقیق انتخاب شدن یا غیر دقیق انتخاب شدن که این خب برمیگرده به کمیته گزینش، در این مورد من نمیخوام اظهار نظر بکنم، اما اون چی که فعلا ولی مطمئن هستیم برآمده شوی گزینش از اینا اون چی که فعلا برآمده او از زیر دست کمیته گزینش است که کمیته گزینش صلاحیت معرفی کردن یک مجموعه بیشتر را برای جمهور داشته تا رئیس جمهور با توجه به مو مشارکت و مسائل جنسیت اینا بتانه متعداد معینی که 9 نفر باشه اینا را برش فرمان بتن. ببینین که چیز دیگر هم نباید فراموش بکنیم، انتخابات یک امری است که در واقع به چند نقطه اینا مستقیما ارتباط پیدا میکنه. یک طرف قضیه مردم هست که اینا رای دهنده است، یک طرف قضیه حکومت افغانستان است که زمینی برگزاری انتخابات اینا باید با تمام امکانات و با تمام داشته هایی که در اختیار داره زمینی انتخابات اینا باید مساعد بکنه تا مردم در یک فضای کاملا اطمینان بخش و به پای صندوق های رای برن. و یک بخش دیگه، یک طرف دیگه قضیه مدیران برگزاری انتخابات است که در واقع در این بخش کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی است که اینا باید انتخابات مدیریت بکنن، انتخابات نظارت بکنن، انتخابات به وجه بهترش برگزار بکنن. وقتی که اینا اگر بتونه مدیریت خوب بکنه و دولت هم بتونه امنیت تامین بکنه و از جانب دیگر مردم با صندوق های رای برن، وزمون ما مطمئن هستیم که ما شاهد برگزاری انتخابات شفاف، سرتاسری و قناعت بخش در افغانستان خواهد بودیم و برآیند زیره و نتیجه زی مورد قبول همه خواهد بود. با توجه به نگرانی هایی که مردم دارند و ما در همین جریان رخصتی های تابستانی با او مواجه بودیم، مردم یک مقدار در مورد چالش ها و چلنج هایی که پیش روی برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری و سالم هست مطرح کردند که اینا گفتن مشکلات امنیتی واقعا دردسرساز شده، مردم متوجه اکثر نگرانی های جدی کردند که نتیجه انتخابات چه خواهد شد. موضوع مساعد نبودن روز انتخابات که 16 ماه حمله در تقسیم اوقات تعیین کردند، از لحاظ مسائل اقلیمی و جوی در افغانستان شاید از این باشیم که افغانستان یک سرزمین کوهستانی است، مردم شاید در اون روز نتونه با پای صندوق های رای برن با توجه به مشکلات اقلیمی که وجود داره. دیگه مداخله احتمالی مقامات دولتی افغانستان در امر برگزاری یک انتخابات کاملا مستقل که هم یک نگرانی است که معمولا بعضی ایران مطرح کردن. مورد دیگه ای که ما در جریان رخصتی ها با او مواجه بودیم، طیفای مختلف جامعه یک مقدار نگرانی از هم داشتن که قوانین تصویب شده خدای نخواسته نشه که مسئولین برگزار کننده انتخابات از مواد قانون انتخابات و قوانین نافذی افغانستان در جریان مدیریت و نظارت انتخابات اینا عدول نکنن، پای خود کج نمونن، که اینا اکثر نگرانی بودن، این چالش ها را مطرح کردن. امیدوار هستیم که دولت افغانستان متوجه مسئولیت های خطیر خود شون، اینا بتونن مسئولیت خود انجام بدن تا اطمینان به مردم افغانستان برگردن، حکومت آینده یک حکومت باشه که از یک پشتوانه قوی مردمی برخوردار باشن و ما شاهد پیشرفت برای آینده افغانستان باشیم. آقای بهزاد، برخی نگرانی ها را که یک مورد جدیش که مساعد نبودن روز انتخابات یا اوضاع اقلیمی را تصور میشه، یک تصور دیگه هم وجود داره که در از حلقات گفته میشه که خب این زمان درست بر برگزاری انتخابات نیست. برخی ها میگن انتخابات به خاطر امنیت، شرایط امنیتی یک مقدار به تعویق انداخته شد. یک صدای دیگه ای است که خب از اون مجلس نمایندگان یکی دو تن از اعضایش در یک نشستی تا 2018 حرف از امتداد نظام زن. در کل شما این صداها را چگونه میبینین با توجه به این که شاید قانون اساسی افغانستان تنها گزینه را برای تغییر نظام انتخابات گفته؟ ببینید، در رابطه با صداهایی که بلند میشه که تیم حاکم دوره حضورش تمدید شود
برخلاف آنچه که تصور میشه که اینها صداهایی هست بدون هماهنگی و به صورت خودجوش، اینگونه نیست. یعنی به صورت برنامه ریزی شده و سازماندهی شده از یک آدرس مشخص این صداها بلند میشه. اما من فکر میکنم که این صداها مجالی برای تبارز نخواهد داشت، برای اینکه اگر قرار بریست که ما سازوکارها و مکانیزمهای پذیرفته شده رقابت سیاسی را بپذیریم و اصل دورانی بودن قدرت را بپذیریم، هیچ راهی جز برگزاری انتخابات نخواهد بود. بحث هایی که مطرح میشه که مثلا لوی جرگه برگزار شود، اولا که لوی جرگه امکان برگزاریش در این شرایط هیچ مساعد و فراهم نیست، به خاطر اینکه یک بخش عمده از اعضای لوی جرگه غایب هستند و انتخابات شوراهای ولسوالی ها دایر نشده. در ثانی اگر قرار بریست که کسی بنا تحت عنوان جرگه عنعنوی عده از هواداران خود را طلب بکنه، هر جناح سیاسی معذرت میخواد این توان را خواهد داشت که اگر حکومت 1000 نفر را دعوت میکنه، فرض بکنیم که ائتلاف ما 10000 نفر را دعوت بکنه، اگر حکومت 10000 نفر دعوت میکنه، ما 100000 نفر دعوت بکنیم، این چیزی است که به هیچ عنوان به جای نخواهد رسید. و از او بگذاریم، در قانون اساسی هم کدام صراحتی وجود نداره که لوی جرگه کار انتخابات را انجام بده. پس بنابراین هیچ گریزی از این مسئله نیست. و رئیس جمهور هم در برخی محافل واضح اشاره به می کرده که متحد است به برگزاری انتخابات. برگزاری انتخابات. و امیدوار هستیم که قانون اساسی کشور به عنوان وثیقه ملی افغانها بیشتر از این نقض نشود و همه ما بدون از ایجار و جنجال ها برویم به سمت انتخابات. بحث دیگری که مهم هست که ارتباط داره با او بخش سوال قبلی، در بحث قبلی که با هم داشتیم، بعضی از کارها را هم تیم‌های سیاسی باید رعایت بکنند. یعنی کسانی که می‌خواهند در عرصه انتخابات ریاست جمهوری که یک عرصه کلان ملی هست حضور داشته باشند، هم به خاطر خودشان، هم به خاطر مملکت و هم برای آینده نسل‌های ما تلاش نشه که باری به هر جهت، به هر وسیله، با هر نوع تضاد آفرینی در میان مردم افغانستان به نام قوم، سمت، زبان، مذهب ما رأی جمع بکنیم. بعضی از چیزهایی که در همین ماه‌های اخیر ما شنیدیم نگرانی‌هایی را به وجود آورده نزد مردم، که باز سر انتخابات شد و باز بحث این که تو از کجا هستی، من از کجا هستم، تو از کدام قوم هستی، من از کدام قوم هستم مطرح شد. ببینید، در گذشته متاسفانه عده آمدن بعضی از مفاهیم مقدس را، یا مفاهیم مثبت را حداقل بگیم، آمدن تبدیل به نام مستعار خود ساختن. مثلا بعضی از دوستا بودن که آمدن جهاد و مجاهد را نام مستعار خود ساختند. کار درستی نبود. این که من باشم مجاهد هست، این که من نبودم مجاهد نیست، این درست نیست. امروز عده دیگر پیدا شدند که آمدن ملی بودن را نام مستعار خود ساختند. اگر من بودم کاندیدا ملی است، اما اگر کسی دیگری بود ملی نیست. پس بنابراین بعضی مفاهیم مثبت را تبدیل به نام مستعار خود نسازیم. این تقابل به وجود میاره و این تقابل ها ما را به جای نخواهد رساند. بلکه از نظر شما باید رفت به طرف انتخابات و ملت را آزاد گذاشت، و برنامه ها را ارائه کرد که چه کسی، اصلا بگذاریم این که از کدام ولسوالی است، از کدام ولایت است، از کدام قوم هست، از کدام مذهب است، زبانش چیست، اینها را بذاریم کنار. چی برنامه داری برای اقتصاد مملکت؟ چی برنامه داری برای آوردن صلح و امنیت؟ چه برنامه داری برای همکاری های منطقه‌ای و همکاری های بین المللی با افغانستان؟ چه برنامه داری؟ چگونه میخواهی که حمایت جامعه جهانی از افغانستان را استمرار ببخشی؟ اینها هست که میتونه شکل بده به یک رقابت سالم و جدی و بانشاط در میان مردم افغانستان. بله آقای عبدو، یک مسئله دیگه میزان مشارکت مردم است و این که چطور میشه که مردم را به پای صندوق های رایدهی کشید. تفکرتون چیست؟ یک تا مردم میگن که خب همین دوستانی که خود را نامزد میکنن در وقتی که بحث داغ است از انتخابات، اینا میاین سراغ ما، حرفای را مطرح میکنن، وعده های میکنن، باز تا 5 سال دیگه که حکومتشان تمام میشه مفقود هستن. به خاطر اینکه امی در هم شکسته شو امی تفکر، چه باید کرد تا تونست میزان مشارکت مردم را بالا برد و مردم رو به این باورمند ساخت که خودشان هستند که سرنوشت خود و کشورشون رو تعیین میکنن با دادن رایشون و رفتن به پای صندوق رای دهی؟ ببینین، یکی از دستاوردهای مهم
و این کار ناپذیری صفی جدیدی که در افغانستان ورق خورد در 10 سالی گذشته بود اصالت به مردم برگشتاندن بود. یعنی در واقع ما در نظام جدید به چیزی که بیشتر متوجه شدیم و او را کاملا دیدیم و ملموس بود و این بود که چی در انتخابات ریاست جمهوری، چی در انتخابات شورای ولایتی، چی در انتخابات شورای ملی هر کسی که خواستند در یک موقف خدمتگذاری قرار بگیرند، یک موقف اجرایی را عهده‌دار شوند، اینا بالاخره به نحوی از آنها اینا برگشتن مراجعه کردن روی آوردن به طرف مردم. بلد. یعنی مشروعیت نظام بلد. از مردم سر به یقین یعنی مردم چرا به می باور ندارن؟ وقتی با مردم روی جاده اینا صحبت میشه اینا میگن والله خو اینا زورمند هستن، یا حتی برخی به یه اشاره دارن که والله حلقات خارجی در آوردن از اینا دست دارن. چرا مردم به می اعتماد نمی کنن که خودشان هستن که به اینا رأی میتن و اینا را میارن حاکم کشور میسازن؟ بپردازم به این موضوع. وقتی که ما چیزی را که دیدیم در طی 10 سال گذشته 12 سال گذشته یعنی مراجعه کردن به مردم، بین رأی یک دهقان، بین رأی یک چوپان، بین رأی یک تاجر، بین رأی یک کاسب بازاری، بین رأی یک محصل، بین رأی یک متعلمی که سن 18 را به اکمال رسانده و یک استادی که در مکتب است، در دانشگاه است، ببینید که با رأی یک رئیس جمهور از این مملکت هیچ گونه تفاوت نداره. وقتی که این موقف و این جایگاه امروز در پرتو قانون اساسی افغانستان به مردم افغانستان، به توده های میلیونی افغانستان داده شده، همه مکلفیت داریم که این جایگاه را بیشتر برجسته بسازیم و این نقطه را بیشتر گشتت بکنیم در نشست های خصوصی، در نشست های عمومی، در رسانه، در تمامی نشست های موضوع را باید برای مردم گفت و مردم تلاش بکنیم. امو شعری را همیشه به یاد مردم بیاریم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یعنی مردم اگر جایگاه خدا شکر کرد، اگر موقفی که قانون بر از این داده به این بیشتر اعتنا کنه و به این بیشتر متوسل شوه، من متوقن استم که همیشه حضور مردم ضروری خواهد بود. حکومت های آینده و آینده و آینده اینا همه حکومت هایست که برآمده از آرای مردم خواهد بود. هرگاه اگر مردم جایگاه خود فراموش بکنه، مردم موقف خود در نکنه، مردم اهمیت خود در نظام سیاسی افغانستان فعلی و آینده ای را برش اهمیت قائل نشود، طبعا حکومت گران، دولت مردانی هر مملکت اینا علاقه مندن که بیشتر با مردم خبرفته مواجه باشه، فقط بتونه رای خود از مردم بگیره و بعد از او مردم متوجه مسئولیتاش نکنه، چون تا اینا بیشتر سرگردان نشه در جریان اجرا. چگونه میتونیم مردم باورمند بسازیم که اینا هستن که تصمیم میگیرن؟ من خدمت شما میخوام عرض بکنم. اول خود مسئولین عرض کردم که سر جایگاه مردم بیشتر باید تاکید بکنن. دو چیزی که به نظر من میتونه نقش بسیار اساسی و عمده را بازی بکنه، با توجه که در پرتو قانون اساسی افغانستان امروز رسانه‌ها جایگاه خود پیدا کرده، آزادی بیان جایگاه خود پیدا کرده، نهادهای جامعه مدنی جایگاه خود پیدا کرده، احزاب سیاسی جایگاه خود پیدا کرده، ائتلاف‌های سیاسی جایگاه خود پیدا کرده، قشر روشن جامعه افغانستان جایگاه خود پیدا کرده، با توجه اینا هر کدام به عنوان یک وریانت میتونه در برجسته کردن جایگاه مردم افغانستان من حیث ولی نعمتان اصلی دولت مردان افغانستان اینا میتونه نقش ایفا بکنن و نقش آفرینی بکنن. ما به مخاطر ما ایر از تریبون تلویزیون شما میخوایم عرض بکنم که مسئولیت رسانه از همه کرده مهمتر است و باقی اصناف را که ما نام بردم، قشرهایی که نام بردم، اینا جایگاه خود داره در اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم افغانستان. و خوشبختانه که انتخابات پیشروی انتخابات اول افغانستان نیست، ما شاهد برگزاری سومین انتخابات در افغانستان خواهد بودیم. به خاطر خود این دو دوره انتخابات گذشته میتونه یک تجربه باشه برای اینکه ما بتونیم راه پیشرو را برای خود پیمودن هموار بسازیم و موانع را سر راه خود برداریم. ان شاء الله مردم افغانستان به پیش به حرکت در بیاریم و تا اینی که جایگاه مردم گم نشه و فراموش نشه. سپاس آقای بهزاد. آخرین پرسش است، مردم حال گاهی میگن که بلا ما رفتیم چند بار با پای صندوق‌های ردهی رای هم دادیم، ولی گاهی یک تصوری دارن که اینا از ما خبر نگرفتن، اینا یک تغییری در وضعیت زندگی ما نامد، اقتصاد ما بهتر نشد و یا کارهای دیگه که هم یا مثلا در قسمت عدالت و انصاف میگن بابا کسی حق ما رو به ما باز نگرفتن. فکر نمی‌کنم شاید اینا هم به گونه حق بجانب باشن، اما با توجه به اینکه خب نظام آینده اگر اینا نشورن و اینا نرن به پای صندوق خیر دهی و افرادی را که اینا درست تشخیص نتن،
پس آینده نظام همون گونه بود و همون گونه خواهد بود که در گذشته شکایت داشتن. شما که یک تجربه طولانی در رسانه ها هم داشتین، هم رسانه ها و هم احزاب سیاسی چه باید کرد جمع حتی به گونه حکومت و نظام هم که یک مسئولیت کلان که بتونیم مردم را به پای صندوق های رای‌دهی بکشیم؟ من در ابتدای عرایض خود عرض کردم که مردم از وضعیت فعلی واقعا به سطوح آمدن و ناراض هستند. ببینید وقتی که نارضایتی در میان مردم بود، این نارضایتی ابعاد مختلف داره. یکی از او ابعاد نارضایتی همین چیزی است که شما فرمودید. مردم ناراض هستند. واقعا آمدن دو دور انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، دو دور شورای ولایتی، دو دور انتخابات پارلمانی. هنوز نابسامانی ها هست. اما عرضم چیست؟ عرضم ایست که راهی که در مقابل ملت افغانستان گشوده شده، این که بیاین و اراده خود را در پای صندوق رای تلاش بکنن که اراده خود را تطبیق بدن و نظریات خود را عملی بسازن، این یک کم هزینه ترین مسیر هست و جز این راه دیگری هم وجود نداره. یک بحث. بحث دوم، ملت هایی که امروز به فلاح و رستگاری رسیده، ملت هایی که امروز تبدیل به ملت های قدرتمند در سطح جهان شدند، همه این وضعیت امروز افغانستان را تجربه کردند. این گونه نبوده که از روز اول واقعا این گونه بوده. شما سیر انتخابات را در انگلستان بررسی بکنید که اول اصلا مردم حضور نداشتند، اصلا مال اعیان و اشراف بود مشارکت کردن در رای دهی و تصمیم گیری و تصمیم سازی و انتخابات. بحثی است که ما این مسیر حوصله‌مند باید باشیم و باشیم. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست ایست که از تجربیات تلخ گذشته ملت سعادتمند خواهد بود که درست استفاده بکنه. تشکر آقای بیزاد. دوستان ما میگن که وقت برنامه تمام است. با اظهار سپاس از آقای احمد بیزاد و محمد عبدو اعضای مجلس نمایندگان و شما دوستان هم که تا ایدم این بحث را دنبال کردین، تا فرصت دیگر خدا نگهدار.